به نام یاد خدا سلام بر شما و خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه برابر است با 24 سرطان سال 1402 هجری خورشیدی. در آغاز نگاهی داریم به چند سرخط. انتقاد پاکستان از بی‌توجهی امارت اسلامی در برابر توافقنامه دوحه. وزیر دفاع پاکستان ادعا میکند که هراس افغانان هنوز هم در خاک افغانستان پناه میبرند. خبر داوی چې پر ځای د بیانونو مسلې د سفارتي کینالونو لخوا او چې کوم رسمي لارې دي د ډایلاګ او خبرو په هغې کې وشي که بیان د یوې غاړې نه راځي او بیا د هغې جواب د بلې غاړې نه راځي نو بیا هغه نتیجې نه ورکوي، پایلې نه ورکوي. تلاش ها برای رسیدگی به چالش های مهاجران. کنسول امارت اسلامی در شهر کراچی میگوید که بیش از 2,500,000 تن مهاجران کشور در پاکستان بود و باش میکنند. بحران بشری و اقتصادی در افغانستان سبب شده که میلیون ها افغان برای نجات و رهایی از گرسنگی و فقر مهاجرت کنند و پاکستان شاهد بیشتر این مهاجرت ها بوده، اما اکنون دیگر نمیتواند که در این بخش همکاری کند. ثبت 30 پرونده ازدواج اجباری در یک ماه پسین. وزارت امر به معروف و نهی از منکر میگوید که این وزارت تا اکنون جلو چندین ازدواج اجباری در کشور را گرفته. نوشت شدو د اجباری نکاح پر دوسیه راغلی دی که په یادو دوسیو کې 8 دوسیو ته رسیدنه سوی ده او 12 دوسیه تر جریان لاندې دی. علاقه مندی بازرگانان ترکی به سرمایه گذاری در کشور. و تلاش اوکراین برای به دست آوردن حمایت جهانی در جنگ با روسیه. مشروع خبرهای ساعت 6 از طلو و طلو نیوز با من سبق سپه. حکومت پاکستان بر عمل نکردن امارت اسلامی به تعهدات خود در توافقنامه دوحه انتقاد میکند. وزیر دفاع پاکستان ادعا میکند که هراس افغانان هنوز هم در خاک افغانستان پناه میبرند، اما پاکستان برای حفاظت از خاک و مردمش از هرگونه اقدامی دریغ نخواهد کرد. سخنگوی امارت اسلامی اما در واکنش به این سخنان میگوید که آنان به هیچ کسی اجازه استفاده از خاک افغانستان در برابر دیگر کشورها را نمیدهند. وزیر دفاع پاکستان بر بی‌توجهی امارت اسلامی به حسن همسایه‌داری، تعهدات توافقنامه دوحه و استفاده شدن از خاک افغانستان برای فعالیت‌های هراس‌افغانی انتقاد می‌کند. خواجه محمد آصف در توییت ادعا می‌کند که هنوز هم گروه‌های هراس‌افغان در خاک افغانستان پناهگاه‌های امن دارند. خبر داوی چې پر ځای د بیانونو مسلې د سفارتي کینالونو لخوا او چې کوم رسمي لارې دي د ډایلاګ او د خبرو په هغې کې وشي که بیان د یوې غاړې نه راځي او بیا د هغې جواب د بلې غاړې نه راځي نو بیا هغه نتیجې نه ورکوي، پایلې نه ورکوي. از سوی هم رئیس ارتش پاکستان در بیانیه نیز ادعا کرده است که تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان پناهگاه های امن دارند، اما سخنگوی امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که خاک افغانستان بر ضد پاکستان و کشورهای دیگر کار گرفته نخواهد شد. واقعیت داده سی مگه میچاته اجازه نارکوس دی پاکستان پا شمول بل هیوات زیان پیش مگه پر دی جنگ قربانی و هیچ بل هیوات کی جگڑا نگوار و نه هم بیام نگوار. اسلامی امارت دی چاته اجازه نارکوس دی پاکستان خواهر دی چاپ وران دی استعمال کی. در همین حال شماری از آگاهان درباره ادعاهای مقامهای پاکستانی مبنی بر حضور گروههای هراس افغان در افغانستان چون این دیدگاه دارند. هر احداث توی که نور دیپلماتیکو چنلون لارنه باید کرم شواهد و اسناد و نوغوت رسی که چیره رایی که پا محراولو که اقدامو که او که چیره نیی رایی که ولی نسی بیانو نرهوالو حقوقی ادارات در پاکستان شکایت کرد. تی تی پی در پاکستان یک بخش از مشکل داخلی پاکستان است. بهتر است که سیاستمداران پاکستان در مورد مهار این مشکل برنامه ریزی کنند در سطح دولت، سیاستگزاری های دولتی. شکایتشان از ناحیه افغانستان تا حدی مظلوم نمایی است. پیش از این نیز امارت اسلامی گفته بود حکومت سرپرست تصمیم دارد تا مهاجران وزیرستانی را به هدف اطمینان پاکستان از مسئولیت خاک افغانستان در برابر آن کشور به ولایت‌های دوردست انتقال دهند.
کنسول امارات اسلامی در شهر کراچی میگوید که بیش از 2,500,000 تن مهاجران کشور در پاکستان بود و باش میکنند که از این میان 300,000 تن آنان مدارک قانونی ندارند. عبدالجبار تخاری میافزاید که در تلاشند تا به چالش های مهاجران افغانستان در پاکستان رسیدگی کنند. همزمان با این معاون نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد از عدم توانایی این کشور برای میزبانی مهاجران بیشتر از افغانستان سخن میزند. فاطمه ادیب گزارش میدهد. کنسول امارات اسلامی در شهر کراچی آمار میدهد که بیش از 2,500,000 تن از مهاجران افغانستان در پاکستان بود و باش میکنند. عبدالجبار تخاری میافزاید که از این میان 300,000 تن از مهاجران افغانستان بدون مدارک قانونی هستند. او تاکید میکند که در تلاشند تا چالش‌های این مهاجران را پیگیری و به گونه درست به آن رسیدگی کنند. مجموعه تعداد مهاجرینی که قانونی اسناد به خود دارند در تمام پاکستان 21,006,658 تن میباشد. همزمان با این، معاون نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد میگوید که کشورش از این پس نمیتواند با مهاجران افغانستان همکاری کند. بحران بشری و اقتصادی در افغانستان سبب شده که میلیون ها افغان برای نجات و رهایی از گرسنگی و فقر مهاجرت کنند و پاکستان شاهد بیشتر این مهاجرت ها بوده، اما اکنون دیگر نمیتواند که در این بخش همکاری کند و افغان ها باید از سوی اعضای دیگر جامعه جهانی میزبانی شوند. از سوی دیگر برخی از آگاهان فعال عرصه حقوق مهاجران به این باور هستند که حکومت سرپرست باید به هدف جلوگیری از این مهاجرت ها در افغانستان زندگی با ثبات برای شهروندان کشور را فراهم بسازد. در این زمینه می طلبد تا امارات اسلامی زمینه یک زندگی با ثبات را فراهم سازد تا مانع این مهاجرت ها گردند. بیش از این وزارت مهاجرین و عودت کنندگان آمار داده بود که نزدیک به 3 میلیون شهروند کشور در پاکستان، نزدیک به 3 میلیون شهروند دیگر در ایران و 1 میلیون هم در کشورهای دیگر بود و باش دارند. کار ساخت ساز یک بخشی از شاهراه کابل کندهار به هزینه 800 میلیون افغانی گشایش یافت. سرپرست وزارت فواید عامه در مراسم گشایش این پروژه میگوید که ساخت ساز 480 کیلومتر این شاهراه با 7 شرکت قرارداد شده است. همزمان با این، معاون اقتصادی ریاست الوزراء از شرکت های پیمانکار میخواهد تا به زودترین فرصت کار ساخت ساز این شاهراه را تکمیل و به شهروندان کشور سهولت فراهم کنند. کار ساخت ساز یک بخش سرک کابل قندهار که بیش از 27 کیلومتر را در بر می‌گیرد به هزینه 800 میلیون افغانی از ارغندی تا درانی بازار گشایش یافت. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در برنامه آغاز کار این پروژه از شرکت‌های قراردادی می‌خواهد تا به شهروندان سهولت را فراهم کند و به کارهای این پروژه نیز سرعت بیشتر بدهند. نداد مو یو وزنه خواهش دیده در قراردادیان محترمین است که چه حتی ترکندار پر چه کم مسئولیت توک لری باید دغه لار ورته پاشه که دغه مسافرین ورونو ته یو سهولت برابر کړي. نور تاسو د کامیابی په هیله چې څونه مو وسو توان کېدلی شي چې څونه عجله پر دې سړک باندې تاسو وکړي دا به د دې ملت لپاره آسانی و وسانی شي. همزمان با این، سرپرست وزارت فواید عامه میگوید که کار ساخت ساز سرک کابل قندهار که 480 کیلومتر درازا دارد با 7 شرکت قرارداد شده است. دا سرک قندهار و کابل 480 کیلومتر دی. په دې سرک کې شپږ څلوېښت پلونه دي. په دې سرک ولساو شپارس پر چکان دي. د دې سرک بر 1 متر دی. هغه شرکتونو نه مخواست دا د ترڅو د دغه پروژې په کیفیت کې له ایمانداری نه کار واخلي. هغه کوم امکانات چې اسلامي امارت دوی ته په اختیار کې ورکړی دي په تخنیکی شکل په هغه کې خیانت ونه کی. اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز با سازی سرک کابل قندهار را در رونق گرفتن کاروبار بازرگانی در کشور یک گام بنیادی میداند. دا سرک سمسی هم بزمون پر ترانزیت کې پرمختیا راځي، هم په تجارت کې، هم د میوه در رساندو په خپل وخت باندې به مارکیټ ته رسیږي. بسیار خوب شده د مردم کې زوتر جوړ شه، بسیار د مردم سهولت خوب هم است، بسیار کار خوب هم است. در این برنامه همچنان مقام های محلی میدان وردک اطمینان دادند که به هیچ فردی اجازه نخواهند داد تا به کار این پروژه موانع ایجاد کند.
این در حالی است که هفته گذشته نیز امارت اسلامی کار پروژه بازسازی 80 کیلومتر گذرگاه سالنگ را نیز آغاز کرده است. دادگاه عالی کشور آمار می‌دهد که در یک ماه پسین نزدیک به 30 پرونده ازدواج اجباری را ثبت و به 17 پرونده آن رسیدگی کردن. از سوی هم وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که این وزارت تا اکنون جلو چندین ازدواج اجباری در کشور را گرفتند. در این میان برخی از فعالان حقوق بانوان یکی از علت‌های ازدواج‌های اجباری را فقر و بیکاری و نیز رسم و رواج‌های ناپسند می‌دانند. نوید صمدی گزارش می‌دهد. دادگاه عالی امارت اسلامی از رسیدگی به پرونده‌های ازدواج‌های اجباری در کشور خبر می‌دهد. مسئولان در این دادگاه آمار می‌دهند که در یک ماه پسین 29 پرونده ازدواج اجباری در محاکم کشور به ثبت رسیده که از این میان به 17 پرونده آن رسیدگی صورت گرفته و 12 پرونده دیگر تحت بررسی قرار دارند. د افغانستان اسلامي امارت محاکمو ته د تیر هجري شمسي کال د اخري ربع په جریان کې نویشت د ښځو د اجباري نکاحو په اړه دوسیې راغلي دي چې په یادو دوسیو کې 18 دوسیو ته رسیدنه سوې ده او 12 دوسیې تر جریان لاندې دي. در این میان وزارت امر به معروف و نهی از منکر میگوید برای جلوگیری از ازدواج‌های اجباری در کشور اقدامات بیشتر را روی دست گرفتند. فراتلون که هم موږ متوجه یو چې هر چیرته داسې څه ترلاسه شي نو دغه به په ډیر قاطعیت په ډیر جدیت سره مخ نیول کیږي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې اجباري توګه باندې نجونې چاته په نکاح ورکړي او یا د هغوی نور حقوق طلب کړي. از سوی هم برخی از فعالان عرصه حقوق بانوان دلیل ازدواج های اجباری در کشور را رسم و رواج های ناپسند می دانند. حق انجونی چه په زور بانده واده کیگی ده کورانه لخوانه او غوی ده دی روغت و ستونزو سر مخامخ کیگی. اکثر وقت مجبوره کیگی چه ده غیجون نه غوی فرار وکری او یا بیلیشی به دقیق چدی چه بیا اغ کورانه او تا غط دخمنیانه ور پاده کیگی. بدبختانه ازدواج های اجباری از سالهای زیاد چالش بزرگ برای دختران افغانستان بوده است. این در حال است که رهبر امارت اسلامی چند پیش در فرمانی از وزارت‌های حج و اوقاف، وزارت اطلاعات و فرهنگ و دادگاه عالی خواسته بود تا در بخش میراث، مهر و حقوق انسانی زنان توجه جدی کنند. وزارت خارجه میگوید که هیئتی بر رهبری معاون نخست ریاست سیاسی این وزارت در سفرش به اندونزیا با سفیران شماری از کشورها دیدار کردند. معاون سخنگوی وزارت خارجه میگوید در این دیدار سفیران کشورهای سریلانکا، بنگلادش و سنگاپور بر گسترش روابط با امارت اسلامی تاکید کردند. همزمان با این شماری از آگاهان تأمین روابط با کشورهای جهان را یک گام سودمند برای تعامل امارت اسلامی با جامعه بین المللی میدانند. میترا مجیدی نگاهی انداخته. معاون نخست ریاست سیاسی وزارت خارجه در سفر به اندونزیا با شماری از سفیران کشورهای گوناگون جهان دیدار کرده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه میگوید که در این دیدارها سفیران کشورهای سریلانکا، بنگلادش و سنگاپور بر تقویت روابط کشورهایشان با امارت اسلامی تاکید کرده و بهبود روابط را به سود دو طرف خوانده اند. د یادو هیوادونو استازو په تیرو دو کلونو کې د افغانستان د اسلامي امارت د لاسته راوړنو ستاینه کړې او د دوه اړخیزو اړیکو ټینګښت او پیاوړتیا یې د دواړو هیوادونو د خلکو په ګټه بللې دي او همداراز تیرو اړیکو ته په کتو په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو بحثونه هم ترسره شوي دي. پیش از این مقام های امارت اسلامی همواره گفتند که با تمام کشورها به شمول کشورهای همسایه خواهان روابط رسمی و دیپلماتیک اند. همزمان با این شماری از آگاهان جهانی این دید و بازدید را موثر می دانند. برای اینکه تعامل سیاسی میان امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی به وجود بیاید لازم است که امارت اسلامی افغانستان روابط سیاسی و دیپلماتیک خویش را با کشورهای منطقه مستحکم تر نماید. دا امارت او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ښه روابطو د ټینګېدو اثر به نه یوازې دا چې پر افغانستان باندې مثبت وي بلکې پر ټولې سیمې باندې به هم مثبت اغیزه ولري. این در حالی است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور این نخستین بار است که هیئتی از مقامهای امارت اسلامی به اندونزیا سفر می کند.
در آستانه ماه محرم شماری از عزاداران نگران برخی از محدودیت ها از سوی امارت اسلامی هستند. به گفته آنان بر بنیاد دستور شفاهی نهادهای امنیتی امارت اسلامی بر افراشتن پرچم ها، ایجاد نکردن سقاخانه ها در کنار جاده ها و گشت و گذار گروهی عزاداران در سطح شهر منع شده است. اما سخنگوی فرمانده امنی کابل میگوید که برای تامین هرچه بهتر امنیت عزاداران نیاز است تا آنان در تکیه خانه ها به عزاداری بپردازند. به ادامه خبر شش باز هم خوش آمدید. وزارت معادن و پترولیم از علاقمندی یک شرکت ترکی بر سرمایه‌گذاری در بخش معادن سرب و جس و ساخت پالایشگاه در افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت می‌افزاید که شرکت‌های زیادی از کشورهای ترکیه، ایران، چین و کشورهای اروپایی می‌خواهند تا در معادن گوناگون کشور سرمایه‌گذاری کنند. همزمان با این، وزارت انرژی و آب نیز از آغاز کار تولید 200 مگاوات برق بادی در ولایت هرات از سوی یک شرکت ترکی در آینده نزدیک خبر می‌دهد. مسئولان امارت اسلامی میگویند که برای بازرگانان خارجی و داخلی در کشور سهولت‌های سرمایه‌گذاری را در بخش‌های گوناگون فراهم ساختند. به تازگی سرپرست وزارت معادن و پترولیم در دیدار با یک شرکت ترکی از سرمایه‌گذاری این شرکت در بخش معادن سرب و جست و ساخت یک پالایشگاه در کشور خبر داده است. سخنگوی این وزارت میگوید که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، شرکت‌های زیادی از کشورهای مختلف در زمینه استخراج معادن گوناگون افغانستان علاقه‌مندی نشان دادند. اینا میخواستن که پروسس سرمایه گذاری رو روی معادن سرب و جست بکنن و همچنان پروسسش هم در داخل افغانستان بکنن و ما معادن سرب در ولایت های مختلف داریم، بخصوص ولایت غور. ما سرمایه گذاری خارجی در استخراج معادن بزرگ استقبال میکنیم، معادن سرب و جست ایرات، معادن آهن، فابریکات و شرکت هایی که در افغانستان سرمایه گذاری کرده وابسته به معادن سرب و جست و آهن هست، اینا هم باید فراموش نشوه و در نظر گرفته شود، چون منافع دراز مدت ملی ما را تامین میکنه و پروسس نهایی در افغانستان صورت باید بگیره. در همین حال وزارت انرژی و آب از آغاز کار عملی سازی پروژه تولید برق بادی در هرات در آینده نزدیک از سوی یک شرکت ترکی خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت می‌گوید که توافق عملی سازی این پروژه در ولسوالی‌های کشک و گذره هرات با شرکت ساختمانی 77 ترکی چندی پیش صورت گرفته بود. اوبو و انرژی سرپرست وزیر د نوموړي شرکت لمرستیال څخه وغوښتل چې په هرات ولایت کې د 200 میگاواټه بادی برېښنا او د سروبي دوه هم بند د پروژې عملی چارې پیل کړي. زیربنایی که نیاز است برای تولید انرژی باد، او را در امکانات دسترس دولت یا شرکت برېښنا فعلا نیستن، از آن طور خصوصی میتونه که ایره بسیار بآسانی تطبیق کنه، مگر چالش هم از خود دارد. بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم، تا کنون یک شرکت چینی کار عملی استخراج معادن نفتی در بلاک قشقری حوزه آمودریا را آغاز کرده است و قرار است در آینده نزدیک پیمان استخراج برخی از معادن کشور نیز به شرکت‌های خارجی واگذار شود. ریاست زراعت و آبیاری جوزجان از افزایش کشت پنبه در سال روان نسبت به سال پار در این ولایت خبر می‌دهد. از سوی دیگر، شماری از کشاورزان در جوزجان از حکومت سرپرست خواستار توزیع تخم‌های اصلاح شده و دسترسی به آب به هدف آبیاری زمین‌های کشاورزیشان هستند. از سوی دیگر، شماری از پنبه فروشان از کاهش شمار مشتریانشان به نسبت به گذشته نگرانی می‌کنند. رسیدیم به پایان خبر شش. از همراهتان سپاسگزارم. تا سلام دیگر، خدا نگهدار.